أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود من فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقتی توی سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه تلویزیونی فرمودن انبیا معلمین بشرند. 124 هزار از آدم صفوت الله شروع شده تا آخرشون پیغمبر خودمونه. تو طول این تاریخ طولم کشیده، حدود 7-8 هزار سال، بله همشون معلمین بشرن، یعنی تمام درس باید بگیریم از شون، همشون، همه کل ما. پیغمبر در معراج با خدا داشت صحبت میکرد که تو آمد رسول نازل شده. پیغمبر گفتن که والمؤمنون کلون، مؤمنا رو گفتن، ماها رو، ایمان به خدا دارن و به ملائکه و به کتب. ما همه کتاب های آسمانی رو قبول داریم، همه. توی حوزه علمی میرید درس میخونید، میگن بهتون که هرچی از آسمان نازل شده باید انجام بگیری، مگر تو همون دین یا دین بعدی خود خدا گفته چیز دیگه انجام بدید، اون بله اون وقت اون دومی رو باید انجام بدید، بله هرچی از آسمان بیاد. ما به رسول ایمان داریم، تمام مرسلین رو قبول داریم. لا نفرق بین احد من رسله، پیغمبر نداریم الان، ولی اگه تو کوچه به هر کدوم از رسول میرسیدیم شهر رو میپرسیدیم انجام میدن. یه وقتی توی سخنرانی باز مرحوم امام فرمود اگر 124 هزار پیغمبر یه جا جمع شد هیچ وقت هیچ اختلافی با هم ندارم، هیچ، پس این مراجع نیستن اختلاف داشته باشه، مراجع استنباط بکنن، فکر خودشون و فهمشون میاد داخل. نه انبیا اونجور نیست، انبیا خدا میگیرن میدن، همان با خدا سیماشون بسته، خدا مثل که مثلا کانال یک 10,000 تا تلویزیون هم کانال یک رو یه جور نشون میده، اینا چون با خدا وصلن یه حرف میزنن. انبیا اینجور نیست، مطلب اینو بدونیم، انبیا همشون همطورن، همینجا داریم میخونیم. یکی از این انبیا که معلمین ماست جناب داووده، بعضی ها کارشون ادامه داره. قرآن کریم در جمع 25 تا پیغمبر رای مکارم میگه اس برده، حالا گاهی که دوتا اختلاف این هم هست و نیست و اینه، حالا آخرش 27 همه انبیا اسمشون نیست قرآن، اسم 20 زیاده، 24 هزار پیغمبر. یه بند خدای میگفتش که من زمان تاغوت گفتش که مسافر میبردم، یه بند خدای سوار کرده بودم، یه زن بی حجابی گفت کجا میره، میخورد به راه، جام داشتم مطمئن ما نستدم رفت، گوه این بند خدا مسافر من نگاه کرد و فهمید که این محاسم داره و اینا شیخ، زن بی حجاب سوار، گوه یه چیزی تو ذهنش بود، گفتش که آقا پیغمبر اسلام چرا 124 هزار تا زن گرفته؟
گفتم آقا 124,000 تا عدد پیغمبر هست. بله پیغمبر ما زن زیاد گرفت. آخرش آی مکارم شمرده تو قرآن 13 تا بیشتر نیست تا تشکیم. نه اینکه 124,000 اون عدد انبیا هست. من تقول خیلی میکرد که مثلا این پیغمبر اسلام که زن زیاد داشته 124,000 تا زن. حالا برگردیم. الان این داوود که از انبیایی است که بله. داوود کار داریم باش. چون شما بهشت هم که بری خواننده بهشت. تو بهشت میروید اگه دیدید یه نفر زد زیر چچه بله قشنگ میخونن خیلی عجیب. داوود داره میخونه. داوود و خداوند یه امتیازاتی بهش داده بود که تو انبیا منحصر به همه ایشون بودش. یکی صدای خوشی داشت. خیلی صدای خوبی داشت. اینجا هم گفته شد آتینا داوود منا فضل، فضل زیادی، یعنی بیشتر از انبیای دیگه. بله اینو بهش داده بود. صداش خیلی چوز. باز یه چیزی که خدا بهش داده بود حالا پشتش هست. میفرماد که علنا له الحدید. آهن ها رو جمع میکرد. دستش که میبرد تو آهن ها این خمیر تو دستش نرم بودش. بعد اون وقت زره میبافت. این خمیر. چون میتونست چکتی کنه فلان اینا. نه اینکه داغ باشه اون آهنه یا چیزی. اون وقت زره به این قشنی نمیتونستم اون وقت ببافن. من آهن زوب میکردم فلان اینا. نه زره های خوبی میبافت. این پارچه زره میبافت. خیلی هم مشتری داشت. میفرمون آهن رو براش نرم کردیم. آهن براش نرم شد داستان داره. جناب داوود سر و کلش در زمان تالوت پیدا شد. تالوت. داستان تالوت در زمان شموئیل نبی بودش. تا اسمش تو قرآن نیست. گفته نبیان. آخر بقره است. اواخر بقره بحثش هست. آمدن بنی اسرائیل پلوی پیغمبری که داشتن که یه نفر رئیس ما بکن بریم جنگ کنیم. دشمن اومده مالامونو برده، زن بچه‌مونو برده. اون بخواه نبیان از بنی اسرائیل بوده. پیغمبرم دلخور بود از دسته اینا. احکام شهر اجرا نکرده بودن. میگه دوباره میخواید یه دستوری از خدا بیاد برای جنگ دوباره نکنید. گفتن نه بی جنگیم حتما شما یه نفر معلوم کن که بعد تالوت رو صفحه 40 قرآنه. علم تره اون بالای صفحه. علم تره الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی نبودش. همین عرض کردم اسم شریفش اشموئیل بود. بهش گفتن که ملک. ملک لغتا یعنی کسی که فرمانشو ببریم. ملک فارسی ملک میشه شاه. ملک یعنی حرفش گوش میکنیم. لشکر بخواستم که لشکر رو اداره کنه ما گوش میکنیم به حرفش. شما معلوم کن لغات الفی سبیل الله. بریم جمع بشیم. خیلی ضرر زده دشمن به ما. دشمنشون بود مقابلشون. حالا داستانش تو همین صفحه ادامه داره. چون بعدش یه خورده بری جلو نوشته قتل داوود و جالوت. اون رئیس جنگ اونا ستمگری جالوت اسمش بود. اینجا وقتی این جناب تالوت رو معلوم کرد اون پیغمبره داوود جزء بنی اسرائیل بود. خیلی شناخته شدم نبود. اومد تو لشکر تالوت پیدا شدش. جوانم بود. حالا پیغمبر سنگاشو پارسنگ کرد با اینا. گفتش که من آمدید دو مرتبه. خب من اون جنگ کنن نکرده بودن که دشمن مسلط شده بود. گفت نمی کنیم و دیگه چرا نکنیم. الله تو قاتل و چرا الله نو قاتل چرا نجنگیم. خونه هامونو بردن، بچه هامونو بردن، زن هامونو بردن، بیدیم بیچک. باش کن، حالا خدا به من بگه یه نفر، من چی کنم؟ پیغمبر من تو خدا همه از طرف خدا کار انجام میده. بهش وحی شدش که یک چوبی رو خدا من مقین کرد برای این پیغمبر. گفتش که به بنی اسرائیل بگو بیان تو منزل تو. اگر اندازشون قدشون به قد این چوبه بودش. یه دیگه زیتون هم بذار دم در روغن زیتون. همونجوری نه چرا همونجوری. اون شخصی که من خدا قبولش دارم
دیگه زیتونه شروع کنه به جوشیدن بدون آتش، قدش هم قد این چوبه باشه، اون همونیست که من معلوم کردم. این هم اطلاع داد که آه بیاد خدا میخواد معلوم. هر که میومد نه دیگه جوش نمیومد. و تالوت مال بنی اسرائیل که بینام و نشانه بود اونجا هم نبود، تو دهات مات های اطراف و اینا. این بند خدا گوسفنداش نیومده بودن خونه شب، گوسفندا صحرا میفرستن میان زیادم. این داشت میگشت قبل گوسفنداش کجا رفتن، رسید به شهر این اشمعیل نبی، آدم متدینه بود تالوت رو خیلی، گفت برم هم عرض سلامی خدمت این پیغمبر بکنم، من ببینم به علم پیغمبری میدونی گوسفندای ما کجا، به علم غیب. این تا در اومد تو روغن شروع کرد به جوشیدن، گفت بیا بیا، نمیدونست جریانو، چوبه رو نگه داشتید همینه، گفت تو بعد فرمانده جنگ بشیم برای چه، گفت نه قربان من گوسفندام نیومد از خونه من و درم دنبالشون بگردم، گفتم اینجا رد میشم سلامی با شما بکنم اینا، دیده یه خبر نداریم. گفتن کل این بنی اسرائیل اومدن این علامته نشده، تا تو اومدی شده. حالا بعض بنی اسرائیل رو ببینید، این گرفتاری ها داریم ماها، اینا قرآن نرم کنه، نمیخواد سر ما رو بند کنه، میخواد ببین خود شما هم همینجوری هست. بسیار قال لهم نبیهم، رفتم چند خط پایین صفحه 40 قرآن، بهشون گفت ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا. تالوت آمد، اون دیگه جوش آمد، قدش به قدر اون چوبه بود، اینو خدا انتخابش کرد. قالوا انا يكون له الملك، این شاه بشه، یعنی رئیس جنگ بشه، خب چشه مگه، نحن احق بالملك من، ما سزاوارتریم که شاه بشیم، یعنی جنگ رو اداره کنیم. عیبش چیه؟ ولم یعت ساعتا من المال، پولدار نیستش. انتخابای اینجوری ببینید مردم. پیغمبر گفتش که بابا به من ربطی نداره، ان الله اصطفا علیکم، خدا این انتخابش که بیان تو هرکم، هر که خدا انتخاب کنه هر شما داشت، خدا انتخاب کرده. بعد این حرفا شما چیه میزنید؟ خدا میدونه که رو انتخاب کنه. زاده و بستتن فل علم، خیلی آدم دانشمنده بود تو خیلی، ولی جسم بدنش هم از همه قوی تر بود. گفت جنگ همینو بخواه، علم جنگ داره، بدن قوی هم داره، این باید فرمانده بشه، این باید جلو بیفته. این انتخاب های خدا اینجوریه. شما فکر کنید پیغمبر از دنیا رفت، کی علم علی رو داشت، کی بدن علی رو داشت؟ انتخاب های خدا اینجوریه. حالا خدا که برای انتخاب کرده بود، قدیر معلوم شده بود، بیعت کردم فلان، انتخاب ها رو حساب کتابه. خب بعد پیغمبر نصیحت شو کرد، گفت والله یعطی ملکه، اون من یه شاه، خدا هر که رو میخواد حکومت بهش میده، جلوش میدازه فلان. خدا که من که نگفتم من که با من جر و بحث میکنی. اون وقت والله واسع اون علیم، خدا دستبالش بازه، همه رو میشنسه، درست انتخاب میکنه. بازم یه چیز داشتن، منومن داشتن، بازم چرا داشتن. آخرش یه معجزه هم براشون نشون داد، تابوت جعبه ای که از موسی رو توش گذاشته بودن، دشمن ها برده بودن. اون روزی که مادر موسی رو انداخت رود نیل، میکشتن دیگه که نیم بکشندش. اون جعبه جعبه خاصی بود، چون یه نقلی داریم من بهشت براش آوردن، جعبه نوشته 2 متر در 1 متر در 1 متر بود، بزرگ های جعبه 2 متر در 1 متر و 1 متر بزرگ، چوب عجب غریب زیبایی بود و فلان اینا. این گذاشت توی جعبه، گذاشت روزنی. این آب اومدش، فرآیندی داشتن دگام کردن، جعبه خیلی قشنگی در آب بیاره. اینا از زیبایی جعبه، جعبه رو گرفتن، گفت الله بود جعبه ایسا بابرد، درشو باز کردن، ای بچه توشه. همون وقت فرعون نگاه کرد، تابلو بود موسی، بنی اسرائیل قیافه هاشون معلوم بود.
و این در رفتن دست مامورای ما انداخته تو آب، برای حالا که من از بکشن هم بره یه جایی بکشیدش، زنش نذاشت. ای بچه به این خوشگلی و ننش هم بلش کرده، ما هم که بچه نداریم و قررت و عین لی و لک، خب بچه همون باشه، بچه که نداریم و نذاشت. خلاصه زنش هم به خاطر بچه و خوشگلی نه، مؤمنه بود، شناخت موسی هست، اونو نمیگفت، حرف های اونجوری رو میزن. خدای همچنین نفوذی های هم داره. شاگرد امام ششم منزل آقا بود یه شب، میدونست که آقا الان آخر شب میره تو اون اتاق تا صبح عبادت میکنه، میدونست. گوه آقا من مزاحم نمیشم، اگه اجازه بدید من بیام تو اون اتاق، پشت سر شما، به کاری به شما ندارم، شما کارتون بکنید، دست حرف میزنم، دست سر صدا میکنم. آقا اجازه داد. اینم تو اتاقه هر کاری امام ششم میکرد عداشو در میابرد، دیگه میدار نگاه میکنه دیگه، حرفا هم که میشنید میگفت، اگر هم نمیشنید بالاخره یه چیزی مثل اون بگفت، رکوع میرفت، رکوع میرفت، سجده میرفت، تا صبح دووم بردش پشت سر امام ششم. آقا فرمودن که این کارو کردی، یعنی حوصله رو کردی، مژده بخوام بد بدم، از اول خلقت آدم و بشر تا قیامت، نه که امروز فردا یا خوب چیز کنی، خدا نفوذی هایی داره در گوش زلمه تاریخ بغلشون، اون نفوذی پسرشه، زنشه، رفیقشه، مؤمنم هست راست راستی، ولی نمیشناسندش. اولئک هم المؤمنون حقا، نمیشناسن. این اون وقت نمیذاره این ببره دین و ایمان تا اونجا که میتونه بدونی همچه خبری تو دنیا هست داره، خبرشو داده. هیچ که خود اون ستمگره با این همه ساواک و ماواک نمیشناسن، ما که جمعی رو خبرشو داده. فرعون میخواست زن بگیره، همش زورگویی و اینا بودش دیگه. گفتش که زیباترین دختر مصر کل مملکت برای من پیدا کن. زیباترین دختر مال برای اسرائیل بود، برای اسرائیل اون دختر خوشگل این تو بودش. اینا مؤمن بودن، خدا پرست بودن، ولی اگر نمیدادن بهش تمام طایفه رو میکشد، 500 تا آدم میکشد. این دختر ناچار بود، یعنی کشته میشدن همشون، خودش هم کشته میشدن. این مدت که زن فرعون بود تا آخر، اون آخر آخرها ایمان آورد و همه فرعون هم کشته شد، زن جاشو قرآن هم براش تعریف کرده ازش. این یک روز عبادت خدا رو ترک نکرده توی این شرایط، خیلی دفاع میکرد از مظلومین تو اون دربار به طور ناخودآگاه. من جمله فهمیدیم بچه همون موساست که تعریفش رو کردن، میدونستم با زن بازی و نه من بچه نداریم و مال من باشه. عجیب غریب هم زیبا بود، یعنی نازش میرفت. چند بار فرعون تو طول زندگی تصمیم گرفت موسی رو بکشه، مسائلی پیش اومده میره نذاشت حفظش بود. در مملکت مصر شخصیت دوم مملکت از نظر قدرت مؤمن آل فرعون، این رئیس کل خزانه بود، یعنی تمام حضرات اسکناس و دینار و درهم در سین بود. اینم مؤمن بود، یک تومو ایمانه، یه عدد سوره های قرآن ما به اسم همینه، مؤمن، مؤمن همونه داره میگه مؤمن آل فرعون. نمیفهمیدن، هر وقت هم جلسه میگرفتن تصمیم بگیرن، اگه فرعون نبود این رئیس جلسه بودش، حالا فرعون بود خب اونم بودش، به هر طور میتونست نمیذاشت مؤمن ها و ضعیف ها و این از بین برند تا اونجا که میتونست، لونره تا اونجا، ولی نفوذم داشت. این همونه که امام ششم فرمود. فرعون ادعا میکنه من خدام و چه و چه، خدای نفوذی گذاشته زنشه، یه نفوذی گذاشته رئیس خزانشه، نمیشناسم، خودشون هم نمیشناسم. اون روز که خبر اومد برای فرعون، بودش فرعون تو جلسه که موسی یه نفر زده کشته، اونم رئیس اداره قلعه رو زده کشته، خیلی رجالی بودم که زد با مشکل نزد بکشه، مشتش زد اونم بود.
بلافاصله حکم قتل صادر کرد فرعون. 8 تا از سوار به سرعت گفتن کجاست، میرسیدن و تیکه تیکش میکردن. این مومن آل فرعون دیدش معمولی نمیتونه بره خبرش کنه، میشنسن با لباس و زندگی. فرض کنید رفته تو دستشویی لباساش در آورده با زیر پیرنی و زیر شورت، از این باغ تو اون باغ بلد بود جاده ها رو، همینطور میدوید که قبل از اینکه از سوار رو برسد خودش رو رسوند به موسا. میدونست کجاست. موسا تعجب کرد، این شخصیت بالای مملکت، این قیافه چیه اومد؟ تا رسید گفت موسا قرآن داره جا امنقص المدینه تنجل الیس آقا موسا ان الملأ یعتمرون بک لیقتلو. الان توی دولت هم همش فرعون بودش، امر قتل صادر شده، 8 از سوار برسن تیکه تیکت کرد. این تعجب کرد چرا این با این قیافه و بچه این چرا مثل خیر خواهی میکنه. گفت موسا جای فکر ریز این لکه من ناسهیم خیر دو میخوام اگه نخوام اونجور باور کرد. موسا گذاشت هم بیراه تو بیامونا در رفت تو جاده نرفت، تو جاده میگرفتنش. دو ماه تو بیامونا بود تا مدین رسید که نجات پیدا کرد. ببین اینجوری خدا نجات میده، چه خبرهایی تو دنیا داره میشه. حالا این رو گفتم براتون چون الله این خود داوود خود ایشون. پس این آهن براش نرم شد، یه چیزی اختصاص به داوود داشته. کتاب زبور براش نازل شد، کتابایی که از آسمان اومده 104 تا کتابه، 4 تاش کتابای گت و گندند، قرآن آخریشه، قبلش توراته، یکی هم انجیل عیسی هستش، بعد بگم قبلش انجیل، بعد توراته، یکی هم زبوره، این کتاب گت گنده بود. 100 تاش هم صحیفه 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 بود، با آدم چند تا صحیفه، به ابراهیم چند تا صحیفه، شد 104 تا کتاب. این داوود را که خداوند اون زبور رو بهش داده بود، زبور از آسمان اومده بود، ولی خیلی خوش آهنگ بودش. الان توی دعاهایی که تو مفاتیح هست، دعای ندبه خیلی خوش آهنگه. برای شما نگفتیم، به ماشی شما گفتیم. عجیب خوش آهنگ. کسی صدای خوب داشته باشه، خیلی عجیب میتونه قشنگ بخونه دعا ندبه. زبور هم همینطور بود، خیلی خوش آهنگ بود. و من اینم میخوند با اون صدای خودش. عجیب بود این زبور رو که میخوند چه خبر بودش. اینا یه اطلاعاتش که حالا بدونیم این خبرها هستش دیم. این که فوراً خدا بفرماد ما داوود رو برتری بهش دادیم. برتری هاشید کتاب بهش داده، اون کتاب اونطور خوش آهنگ صدای خوب بهش داده، آهن رو در دستش نرم کرد. داوود وقتی حساب کردید زن و بچه و چه و چه و حالا خدمه و همه 400 نفر هم. اینا تعداد زن و اینا زیاد گرفتن حالا چون شرایط اون وقت اینا و کنیز و قبل. یه وقتی خدا بهش فرمود داوود من دوست دارم ولی یه کارتو نمیپسندم، تو میشه از بیت المال خرجتو برنداری خودت کار کنی پول در بیاری، از بودجه دولت نخوری. خیلی گریه کرد که خدایا چرا من چیزی هست که تو دوست نداری. بعدم هم میگفت خدایا آخه من چه کار کنم، من کار مملکت دستمه، کار حکومت دستمه، چه کار کنم، برم کشاورزی کنم وقت گرفتم، برم بیل بزنم برم. اون وقت خدا مستجابه گفت داوود آخر رو برای نرم میکنم، استثنا زره یادش هم داد، زره بافی رو خیلی قشنگ میباف، زره های داوودی معروف. 400 زره رو که بافت میخریدن ازش، خیلی احتیاج هم داشتن، بینیاز شد از بیتون مال. اینجوری شد که این آهن رو درم کرد، یعنی یکی من چیکار کنم که اینجوری بکنم این مشکل تو هم حل بشه. اینم علد الله الحدید. راجب بافتن زرهش آیه اومده اده من سابقات. ببین داوود من یادت دادم زره قشنگی بزور بباف، به همه چیزش خورند باشه، بدن رو اذیت نکنه، تیر توش فرو نره، خنجر نره، شمشام زره دیگه.
تو آهد در درسش در بود این امکانات رو داشت براش. ولی همه که داوود اون وقتا میخواست از زره بسازن دیگه چاره نبود بعد آهن رو زوب بکردم. در زره ها خیلی ناجور بود، تیکه تیکه آهن ها رو به همچی بکردن. شما زره که میپوشیدی اینقدر سنگین بود و اونقدر فشار میورد به بدن، چاره هم نبود، خودتر هم بخواست ما نیزه بزنه بعد بخورم این آهن نره تو دیگه و محمد صفا آهن باشه. صفا آهن نه حالا خوبه، حالا زوب آهنه بیزونم صفا. اینکه دعای جوشن کبیر نوشتن پیغمبر با اون زره های سنگین و چه تازه انقدر تیر اندیزه میگردن تو لشکر، تو جنگ دو تا زره رو هم پوشیده بود که بدنش درد گرفت. و با جبرئیل دعای جوشن کبیر آور گفت بکن دعا رو بخون امانه هست برای تو امت جوشن کبیر. این مشکلات بوده اون زره قشنگ و قدر فسرد داوود این امکان رو بدادن خیلی با کلاس بباف بعد سلیقه‌ای نکن چی حرفا برای چیه همه هم بیا هم تو بدن کاراشون خیلی قشنگ انجام میدن. داشتند قبری بکندن پیغمبرم واسطه بود قبر حالا بیان ما رو در دفن کنم بیفوشونم بیره دیگه کلنگ بزد ایجاش بکنده نمیشد ایجاش یه هم بیریخ پایین ایجاش چون بود قبر را همچین گرگری داشتن. درست پیغمبر خودش لباس شد در آورد پیل کلنگ و بیلو گرفت رفت تو قبر خیلی قشنگ کند. گفت یا رسول الله الان استفاده میکنیم تمام بشه. فرمود المؤمن اذا عمل عملا فاتقنه، دستور تا قیامت داد. مؤمن کاری میکنه بهترین جور رو بعد انجام بده. اینا گوش میکنه مثلا تو شهر آقا میخوای اختراع بکنی واقعا بهترین جور رو انجام بده. اذا عمل عملا هر عملی خوب از حرف حساب رعایت بکن بمونه جلست چه فلان اتقن اینجوری بگو و قبر رو چی کرد. همه اینا رو گفتند اگر بلد بشیم و شهر رو رعایت کنیم چقدر پیشرفت میکنیم. خب این داوود غیر از این داستان ها وقتی زبور رو میخوند حالا اون بالا گفتش اینقدر خوش آواز میخوند کوها باش هم صدا میشدن، صدا از کوه در میامد باش آواز میخوند، معجزه بوده. پرنده ها جمع میشدن اینقدر تحت تاثیر صداش واقع میشد. این نیم ساعتی که داشت زبور رو میخوند تو مثلا بیابانی بودش درنده ها و همه جمع شدن دورش. گرگ دیگه میش رو نمیشناخت، آهو رو نمیشناخت، بلو هم جمع شدن گرمی صدایه بودن. صدایه که دموم میشد تازه آهو و چشمش خورد بغل دستش گرگ در میرفت. اینقدر رو حیوان ها تمثر داشت این صدا. اینا معجزم بوده، معجزم همچه صدایی. امام زین العابدین صبح قرآن بخوندن تو خونشون بلند، اینقدر خوش صدا میخوندن هر که میومد بره دل نمیکرد بره از قشنگی صدا. ما میشد گوش بید مشک رو دوشه یه نفر بود مشکم چکه میکرد قرآن که تموم شد اومد بره دید اینقدر چکه کرده مشک خالی شده دو رفت آب کرد آورد. اینقدر خوب میخوندن. ببین اینا رو داشتن انبیاء و ائمه مطالب من بوده یه همچه خوندنی خدا در هر چیزی نمونه بودن واقعا. اینه که یا جبال عوبی محکوها باش هم صدا بشید که بود خیلی زیبا میخوند. پرنده ها جمع بشدن تایر اطرافش گوش کنند. خب اینا که گفته شد و عملو صالحا به طور کلی به داوود خدا میگه هر کاری میکنی خوب انجام بده صالح اونی که بهتر از همه است. تمام رعایت ها رو بکنید ما هم شما هم هر کاری میکنید تمام رعایت ها رو بکنید. شما جلو بفتید تو دنیا جنس شما رو بخرن بپسندن و عملو صالحن یعنی دیگه از این قشنگتر نشه و از این بهتر و اینا یه دستورات داره داده بشه دیگه. خدا پشتش میفرماد اینی به ما تعملونه بسیر
شما در این صنعت درست میکنی، چه میکنی، بدلایی میکنی، هرچی، من دارم نگاهت میکنم چرا خراب میکنم؟ گچ و آجر و اینا رو قشنگ درست کن، قشنگ یاد بگیر، قشنگ بزن، یه همچین توقعی دارن. داوود چون خیلی علاقه داشت، وقتی اونجا با داوود که آمد شناختندش اول بار، یه قدرت بدنی داشت که با فلاخت داشت، چند تا سنگ زد، یکیش رفت خورد تو پیشونی خود جاول و همچنان گردن کل افتاد، چه درد و مغزش رو بکند به هم، از این ترسیدن فرار کردن. خیلی قوی بود اون، بعد معروف شد، بعدم تالوت خیلی در تحویلش گرفت، تالوت و اینا. بعد خدا خواست که به حکومت برسه، خدا حکومت بشه. خب یا حکومت اسلامی به قول ما ایشون رو انداخت، چون پیغمبر بود، حالا بدن و حالا و کتاب و بساط و اینا. ایشون جای دیگر قرآن می‌فرماد که ما قضاوت یادش دادیم به داوود. مردم تو حکومت احتیاج به قاضی دارن، خب بیان به نفر حکم کنه دیگه، حکومت درست بکنه. ایشون دلش می‌خواستش که عبادتش ترک نشه، خودش تقسیم کرده بود، یه روز عبادت میکرد تو محراب عبادتش، یه روزم بیومد کار مملکتی رو انجام میداد. میدونستم داوود امروز در زبور بخونه و روزه است و نماز بخونه و اینا هم تعلیمات ها. ببینیم اون چیزی که من و شما رو سالممون بکنه نماز و روزه است. قرآن ما خبر داده استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر رو تفسیر میکنند مفسرین به روزه، از صبر و نماز کمک بگیرید. نماز همینه که خدا بفرماد تنها عن الفحشاء و المنکر. این نمازی که شر فرستاده دو تا فرمول نیستش که یه مثلا آقای گفته باشه، یا سیستمی خدا برای نماز چیده تو رساله ها نمیشتن دیگه، اینا همش شر در آوردن، یا پیغمبر گفته یا ائمه یا قرآنه. این نماز رساله رو یاد بگیرید بخورید، تنها عن الفحشاء و المنکر، اینقدر اثر رو روحت میذاره که هیچ گناهی نمیکنه. که به امام ششم گفت من کجا بفهمم نمازم قبوله؟ فرمود اگر دیدی تمام گناه های باطنی رو ترک داری میکنی، بدون باطن نمازت قبوله. اگه گناه های ظاهری هم همه رو ترک کردی، ظاهرش هم قبولی. چه معجوریه نماز، چه تعجب‌آمیزیه، ولی بخونیم خاصیت رو داریم. نماز اینجوری چقدر تأکید میکنن پنج وقت کردن، هی بیفرستن سراغ وضو، بیفرستن سراغ قبله، بدن پاک، لباس پاک، کاری دارن با اینکه پنج نوبت در شب و در روز به اینجور دستورات رو اجرا کنیم، خدا پرست میشیم. این دستور رو اجرا بکنیم، رکوع بریم، سجده بریم. کسی که به خدا سجده بکنه دیگه به کسی سجده نمیکنه، کسی که به خدا رکوع کنه دیگه به کسی رکوع نمیکنه. این تقید به نماز خیلی شخصیت برای انسان درست میکنه. روزه هم همینطوره. یه وقت ما رفته بودیم سخنرانی تو این فارغ التحصیل های شبه قاره هند دارند، الان بساط دارند و وزیر معلوم میکنند و وکیل معلوم میکنند. من یه وقتی مرتب میومدن سراغ من، ماهی یه بار براشون سخنرانی میگم. آقای متکی، الان هم آقای متکی رئیس شد، آقای متکی به وزارت هم رسید، آقای وزیر خارجه هم شدش. همین چند وقت پیش خیلی وقت حالا نیومدن دنبال ما، وقت میومدن، یکی از همین فارغ التحصیل ها گفتش که با آقای متکی، اون مهندسه، جلسه داشتیم، سلام رسول با من خیلی معروف ارزم بر این که میرفتیم ماهی یه بار. یه روز رفته بودیم سخنرانی بکنیم، چند بار برخورد کردیم با سخنرانی این آقای متکی، دیست چیزیشون صحبت میکرد، من میشستم تو نوبت هم بشه، دم نه انصافا آدم باسوادیه، گوش کردم بیم. یه دفعه رفتیم دیدیم آخوندی آمده سخنرانی هم بخواست بکنه، گفتن که این آقا در خارج، نه اینجا، اونجا که ما خارج هستیم، این از طرف هم ایران آخوند ماست، اونجا حالا پیش نماز یا منبر میره هرچی.
صحبتش گوش کردم، نه خیلی آدم با سوادی بود، خیلی مفید بودش. یه روایتی تو سخنرانی گفت، بر من تازگی داشت اون روایت، اول بار از ایشون شنیدم، مهم روایت خیلی بود. فرمود علی ابن ابی طالب، فرمود اگر از تمام هیکل قرآن سوره توحید رو بردارد، سوره قل هو الله احد، بقیهش باشه، از تمام اعمال شهر، همه اعمال، ماه رمضان رو برش دارن، روزه ماه رمضان، یک نفر اهل بهشت نمیشه. مهم بود این روایت، خیلی روزه رو خیلی براش کلاس بذارید. روزه کاری بده انجام بده و نماز. این توحید، سوره توحید، چون اخه سوره تمام این دینه ها که خراب شدن همین توحید خراب شده، که گفتن عیسی پسر خداست، سوره توحید بگه آقا لم یلد لم یولد، خدا نه چیزی میزاد نه چیزی زایده شد، پسر چیزی. خیلی سوره پر محتوی است. از هدایت الله شهید مطهری میگفت سوره توحید شناسنامه خداست، خدا رو خوب معرفی کرده. کوتاست ولی که پیغمبر هم میفرماد ثلث قرآن ثواب میدن، سه تا ثواب قرآن داره، خبر یه سوره توحید. توحید عروت الوثقی جو جلو منه نوشتن کسی یک روز روزه رمضان عمدن بخوره، روح ایمان ازش بیرون میشه. خطرناک روزه، روزا رو هم بهت بدید، عبادت های خیلی خوبی. داوود حالا با اون هیکل و چه و فلان و حکومت و چه و اینا مقیده که یه شعبان روز واسه نماز بخونه و روزه بگیره و کتاب بخونه، کتاب زبور. امام ششم ما فرمود این چهار پنج سالی که هست علی، حکومت ظاهری هم افتاد دستش، یعنی دیگه سنی هم اومدن بیعت کردن تو خلیفه چهارم میخواه، همیشه که امام خدایی بود، محال بود هست علی قبول کنه این کار رو. شخص محمد بهش گفت قبول کن، گفت میکنن قبول کن، آخه علت داره، چون خیلی جسارت بود بیعت، خدا امامش کرده، پیغمبر تو قدیر جلوی این همه آدم، مردم بگم ما میخوایم امامت کنیم، ما بگم بیا جلو، شما چیکار هستی بگم بیا جلو، بسه جسارته. نه پیغمبر رو قبول کن، چون به نفع اسلام خیلی شدی، چون پنج ساله خیلی برای شیعه مفید بودش، ترس دلی اومد سر کن. از این جهده گاهی دستورهای جور داده شد. ببینید یه مسائلی داره بگذره، اینقدر حساسیت تربیتی داره و و و که دستورشو قبلا میدادن. حضرت عباس علیه السلام در زمان عثمان حضرت علی مادرشو گرفت، ام البنین، چون حضرت عباس تو کربلا 34 سالش بودش، پسر اولی ام البنین هم بودش، کربلا سنه 61 شده، شما 34 سال کم کنید میاد میخوره به زمان عثمان، او وقت مادرش رو گرفته. تاریخ درش بیاریم ببینید همچه مسائلی داره بگذاره. اون وقت این بدن خیلی قوی داشت حضرت عباس، اصلا مخصوصا یه همچه مادری گرفت. به عقیل برادرش گفتش که برو تو قبایل عرب یه زنی برادر پیدا کن که قبیلش همش شجاع باشن ولی نامرد نباشن. بعضی قبیله ها شجاع بودن ولی دل دزد و نامرد کنن اثر داره، و این زن که برای من بگیری هیکل درشت داشته باشه، چی باشه چی باشه چی باشه. عقیل گفتش که داداش زن میخوای بگیری یا مرد جنگی میخوای بگیری؟ گفت نه همین که میگم برو. معروف بودن اینجور تو تاریخ هم هست، مثلا به فلان زن شمشی زن بوده یا قدر بوده، خیلی تو دعوا تاریخ هم بخونی رسش. این معروف بوده تو قبیله بنی کلاب اطراف کوبه بود، کوفه بود قبیله قبیلش. اتفاقا اون روز که رفته بود عقیل خواستگاری بکنه، چند نفر هم از طرف معاویه اومده بودن خواستگاری، این خبر هم پخش میشد. اونا هم خیلی امتیاز میدونست این زن رو بگیره، مثلا فلان اسمش هم فاطمه بود، حالا بعد ما امول بریم. به اون چیزهای معاویه گفتش که قوی ترین مرد جهان اومده منو خواستگاری کنه، برید پیکار شو.
اینا گوش نکردن، نشسته بودن الله التماس کنن، پول پیشنهاد کنن، چی فلان که خواستگاری معاویه رو قبول کنن. یه مرد برگشتید اینا نشستن، یک نعره کشید، نعره مرد و نعره جنگی، از وحشت همشون پریدن، بگم برید برید. این مادر یه همچی پیکل و بدنی، اون وقت یه پیکل درشتی داشت هستن باز. خیلی درشت. خود حضرت علی پیکلش بلند نبود، متوسط القامه بود، احباس خیلی بود. قد بلند چی فرمان هیکل، مادر اینجوری سواشه اون وقت بچه هم. اون وقت حضرت علی می آورده چون شرطت چیز؟ خبیث میگفتن بشه محلی بود تو کوفه، پادگان نظامی بود. همه میمدن تمرین بکردن جنگجوها. بعض وقتا عباس وقتا 13-14 سالش بود، خیلی هیکل درشتی داشت، خیلی قوی بود، ما جنگ نشونش میداد. همه بل میکردن میمدن علی چجور جنگ نشونه میده، چون بهترین رو در یاد میده. تماشا چجوری شمشیر زدن یادش میده، چجوری اعصاب رو یادش میده، خیلی تماشایی بود. هر سنی میامد کار همه مربی ها تحتیل میشود، میبینم علی چجور میام. یه دفعه تو همون جا نشسته بود، همون جا که جنگ یادش میداد و دیگران و اینا، ایشون وقتی میبینشنش هست عباس یا هیکل درست بود، اونو سر جاش ابروهای خیلی زیبایی داشت، ابرو خیلی بلند و اینا. هر سنی پا شد ابروهاشو ماس کرد، گفت پسرم کربلا میری تو آب، آب نخور. علم غیب داشتم، اون آبه رو هست یعنی گفت نخور. من آدم جنگ خواب میخوره بیام چند تازه رو بیام بگوشی من آب گیر بود منه. نه کار داشت با این آب نخورده، چه معرکه این شدی آبه ای که نخور. پیغمبر به هست یعنی گفت قبول کن وقتی میاد ازت بیاد اینا در حساس بود، مهم بود میگفت. حالا این مناسبتی دار برد گفت این جناب داوود پیشامدی براش رخ داده، سوره نازل شده اینجا در سوره ساده، این هم بگم حالا امروز زیاد دیگه نشه. در سوره ساد آیه اینجور شروع بشه که هل اتاک نبع الخصم اذ تصور المحراب. داوود پیغمبر این داستانی که برای داوود رخ داد، دو نفر اومده بودن پلوش دعوا آورده بودن، خصم دشمنی داشتن، تا حالا برات گفتم و شروع شده می گفتم اینجوری 454 خدا پدرت بیام من یه خورده بعد پول بر بدم به ایشون برای اینکه در کمک 500 جمع 400 حالا خود یه ورقه بزنم تا پیداش کنم 454 علم بیاره بهش درست بله سوره ساده بله اون بالا میگه پیغمبر گفتم اینا که آمدن پلو داوود خدا اون وقت اینجوری هم تربیتشون میکرد این داشت عبادت میکرد تو تاریخ ها نوشتند که 4000 محافظ داشت خواه حکومت و شاهی و اینا نه این ترار کنن بکشن دیوار خیلی بلندی بود از اون طرف یه دیوار دوتا پریدن پایین خب ترسید داوود نوشته که ترسید فضا همه نه نه این بود ترار باش کن دیاره بود گفتن لا تخف نه ترس داوود از رو میخونم خصمان بقا بعض و نالا بعض ما دوتا با هم اختلافی داریم خیلی دیگه اون طرفی که داشت حرف میزد گفت این داره به من سرکشی میکنه ناحق از من چیزی میخواد وقت چون امتحانش خدا میخواست بکنه قیافه آرام درست کرده بود خدا این طرف حسابی که این گفت ما داداشیم اینجا گفت این داداش منه این که داشت حرف میزد یه آدم لاغره به قول ما حزب اللهیه خیلی چی اون یکی داداشه از چاقی داشت میترک مهدف خدا داشت از این کار گفت داوود این داداش منه اولا که اولا پریدن پایین یه خورده این دوتا داوود نصیحتم کردن فحکم بیننا و بالحق هرچی حقه بگو خب پیغمبر که غیر لاحق نمیگه راه نمید. ولا تشتد یه وقت بیراه نرو مثل که درن قاضی هر اول نصیحت میکنن وحده لا الا سوا استراد هر چه کار را درست نبگو حالا این را حوصله بکرد آمون ببینه چی بگه گفت این داداش منه 99 تا گوسمند شیرده داره
اون وقت سرمایه ها همین ها بوده، گوسفند شیرده و گاو شیرده و عزیز بوده. من یه دونه گوسفند شیردار دارم، خود و زن و بچه و اینا. فقال اکفلی ها، این میگه این یه دونه رو بده با اینکه خودش 99 تا داره، داره از چاقی بیتره که. داود عجله کرد و قضاوت وضعش خوبه اونجور، 99 تا یه دونه داداشش داره، برای چی میگه گوسفند رو به من بده؟ زود حکم کرد این خلاف کار قضاوت. قاضی باید صحبت اینه که بشنوه، صحبت اونم بشنوه، حالا حرف بزنه. مدعی و منکر هر دو حرف بزنن. دو نفر میرن پلو قاضی، اون حرفاشو میذاره گوش کنه و من حرف اونم گوش کنه. حالا این از اون نپرسید برای چی تو بگوی گوسفند رو بده به تو. حکم کرد، گفت نه لقد ظلمک، این دیگه خیلی چاقه و 99 تا میشه نور ما میخواد چه کنی؟ ظلم کرده، گفته که یه دونه میشم به تو نمیتونه ببینه، دادشش هم از این. بعد وقت در این حال که حرف زده داوود، سخنرانی هم کرده، گفته بله خیلی از مردم که با هم زندگی میکنن، کثیرن من الخلطا، بعضی به بعضی بغی میکنن مگر اونی که ایمان داره و عمل صالح میکنه. کمد و قلیل الله، قلیل الله خیلی کمه. یه ها نگاه کردید هیچ کس اینجا نیستش، این دو نفر هیچ کسی اینجا نیستش. سرچو کلیش پشتش که گفتید زند داود انما فتنه، فهمید ما امتحانش کردیم. وحش شروع شد. جناب داود بله بفرماد اگر کسی چاق باشه تو دینه که من برات فرستادم، چاقی جرمه. آدمی که 99 تا میش داره جرمه، نمیتونه یه میشی از اون طلب داشته باشه. نپرسیده داری قضاوت میکنی؟ خب میپرسید ازش دلیل چه که میخوای؟ در خلاف قضاوته، تحت تاثیر ظواهر واقع شده. چرا اینا رو تو قرآن میگن؟ من و شما یاد بگیریم. داوود پشتش هستش که وقتی فهمید خدا امتحانش کرده، خر راک ان و انا، میگن 40 سال گریه کرد تا خدا بخشیدش. پیغمبران مشکل بوده کارشون، وقتی چیزم میکردم به این درشی سندارم خدا زیر بودم. ببینید یاد میده آقا زود قضاوت نکنید. یه همزه روبرو آشنایی باش، میدونم یه روز در میون گشت است، من ذاتم قضا براش میبرید. یه دیدید داداشش اومد واسطاد یه ماشین چند میلیاردی. اول تو ذهنت میاد چرا به این داداش نمیرسه؟ آقا صبر کن، اومده میرسه. آقا تو همچی چرا حکم میکنی؟ لااقل برو بپرس ازش چرا نمیرسه، بعد ببین جواب قانع کننده نداریم. ما از این کارا میکنیم، ما زود قضاوت میکنیم. تقریبا همه حرفا که میزنیم همینجوریست، به همین کاری هم. بنده خدا داوود با این موقعیتش کارش به اینجا کشیده که تو این دعای مشروب هستش تو مفاتیح. وقتی ارسد علی داره پیغمبر رو مطرح میکنه، یا راد یوسف علا یعقوب، ای خدایی که یوسف به یعقوب برگردوندی، یا کاشف الضر ایوب، ای خدایی که ضرر ایوب رو برداشتی، یا غافر از زن به داوود، گناهکار شد بیچاره، ای بخشنده گناه های داوود. ببین این خدا چیز نمی کنه، خب چرا قضاوت میکنه؟ تمام این حرف هایی که من و شما میزنیم قیامت نگم اون میدارم باید جواب بگیم. آقا دوزیدن، کی دوزدی؟ چی رو دوزدی؟ واسه آقا ببینم بگم بگرد یه مدهایی شد میگن تو کتاب رو بشن. این داشت شعر میخوند، شعر بعدی یادش رفت. یه بار دیگه خوند یادش نیومد، یه چیزی سرهم کرد و شعر رو درست. بسید اون آدم خوبی بود، خدا میخواست تربیتش کنه. شب خواب دیدش که دارن محاکمش میکنن، این شعر مال کی بود خوندی؟ گوه ای بابا این همش شاعر بوده و گوه مال جامی بوده. دیدی آدم خیلی معمولی با دوتا کتاب اومد، این جامعه کتاباش هم هست. معطلش کرد، تمام شعراش خون. خیلی سخت قیامت معطلی.
گفت جامعه نگفتی. آمد بگه یه شاعر دیگه دیگه الان بیارد اونم. آخرش گفت چرا اما غلط شده بود اون شعر خونده بود که غلط سرم کرد. داشت دیگه شد سر جهندم که چرا یه حرف غلط رو زدی. واسه به غلط کردم و اشتباه کردم و خواب پاشد. قیامت هستم. بگه آه دوزیدم. کی دوزیده؟ چی رو دوزیدم؟ باز جواب بده. 200,000 قیامت 50,000 سال ها. برای همین صحبته و مدت ها رو آتیش نگرد میدارن. یا جواب بده. جواب هم نداره بده. چون خودی هم چیزی گفته. چرا از خواهر نزن؟ اصلا قرآن حکریم ما میفرما لا تخف ما لیس لک به علم. چیزی رو که 100% بلد نیست حرف نزن. نزن. ماشین خریده طرف ماشین ما سردن نمیارم خوبه چی خوبه تو ماشین بلدی خونه طرف خواهد نگاه میکنه مثل معمار بابا تو معماری بلد نیستی بسی نگاه میکنی میگن ایرانی ها هم معمار هم هم دکتر هم هم فقیه هم بله میگفت جنیدم اینا جدی بوده میگن تو قطار این بند خدا دیدون روبروه هی به خودش میپیچه این برای ایرانی بودش گفت چطه؟ گفت دلم درد میکنه. یه اصلا کیفش قرصی در آورد گفت منم دلم درد میکنه این خوبه. بنده خدا گرفت خورد. خوب شدش. داشت پیاده میشد گفتش که آی دکتر من این مریضی رو دارم. نسخهشو بدید من احتیاج دارم. گفت من دکتر نبودم من خودم چی بودم. جدی چی شده؟ پلیس خواستم تحویل پلیس دادن. حق نداره غیر دکتر دوا بده. این یکی نمرده اومده میکشتی طرفو. ما چیزی علم داری برای چی نظر میدی؟ همیشه میگه یه مسئله فقهی بیاش نظر میده یا آی قرآن پیش باشو که نظر دادن ای بابا صبر کن تو خواهد نمیدونی که تو کارهای سیاسی همه نداره آقا سیاست خیلی علم داره خیلی تو بفهمی این حرفو بزنی خب ساکت شو گوش کن لا تخفر بعد خوشش قرآن گفته ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک که کان عنه مسئولا قیامت نگرد میدارن یه حرف بدون علم زدیم میگن سمع شنیده بودی اینو از دانشمندی آخه علم باید بهت بشنو میاد بگیری دیده بودی تو کتابی بصر تجزیه تحلیل قلبی روش کرده بودی بصیرت پیدا کرده بودی محاکمت میکنن وقت هم زیاده همچنان حرف میزن تربیت نمیشیم داوود بنده خدا خیلی سهرسازی چیزی کردن برای شاه این طرف هم که داشت شکایت میگرد خیلی مقدس نوایی کرد آره من یه دونه میشترم و ببینیم وزم و لاغر و انگشتر و فلان و خیلی حزب اللهی اونم چاق و خیلی متکبر آقا تو 99 تا خب چرا میشیرن؟ باقا سبت کن خب بپرسنش چرا میخواد بگیره؟ من اگه غلطه خوب کن ببین اینجا شده کافر از ذنب داوود خدا کنه این تربیت ها در ما پیدا بشه یه دفعه داوود داشت چشم یه دفعه داوود داشت زبور میخوند سر حال بود اون روز حالا به مناسبه از این کارا برای ما مستش ها دعا روز تون صدار برد بالا و دیگه با داد بیداد میخوند بعض وقت آدم حالی داره آدمی که داد بیداد میکنه یه لحظه خوب نفس میکشه تا دادو دوباره چی کنه مهرام هم کسی نبود خودش بود اینا یه در اون لحظه که نفس کشید دید یه کرم سبز رو سنگ کنار مهرابش یه حرف زد کرمه این ساکت شد گفت داوود تو صدای تنفس منو میشنوی گفت نه گفت من درم رو این سنگ را میرم صدای پای منو میشنوی گفت داوود خدای تو هم صدای تنفس منو میشنوه هم صدا چه خبر داد بیداد میکنه خب یواش در بگو یو بو کسید باید خدا اینجوری تربیت میگرد برای چی داد بیداد میکنه اللهم صل علی محمد و علی محمد هم بفرماده تو